خدا شکر بازی خیلی خوبی بود. من فکر میکنم که اون بچه ها موضوع زحماتشون رو گرفتن. بازی بسیار سخت برابر تیم پرقدرت لهستان در خونه خودش در حضور 10,000 تا تماشاگر فکر میکنم کار بسیار سخت و ارزشمندی بود. خدا شکر بچه ها تونستن خوب بازی کنن و توی فشار این فشار رو تحمل کنن و یه بازی خیلی خوب به نمایش بذارن. به تبریک به همه بازیکنانم هم، به همه همکارانم هم، کادرم و فدراسیون و مردم خوب کشورم تبریک میگم. خوشبختانه بچه‌ها تو 8 بازی قبل که انجام شد به هر حال ویژگی‌هاشون بیشتر برای ما مشخص شد و اطاعت پذیرتر و مطیع‌تر شدن در تحت فشار زیاد. خوشبختانه من فکر می‌کنم که کادر ما خیلی خوب بچه‌ها رو کنترل کرد و بچه‌ها هم خیلی خوب خودشون رو بازسازی می‌کردن. این مهمه که بازیکن بتونه در شرایط سخت خودش رو بازسازی کنه. این توانمندی بچه‌های ما رو می‌رسونه. شما هر چقدر توانایی داشته باشید ولی بچه‌ها اگه این قابلیت رو نداشته باشن نمیشه اونا رو تو شرایط سخت کنترل کرد یا برگردون به بازی. خوشبختانه این اتفاق افتاد و یه مجموعه خیلی خوب در جریان بازی شکل گرفت و تونستن یه کار سخت رو انجام بدن و موفق بشن. به هر حال ما از روز اول هم گفتیم که تجربه این بچه‌ها نسبتاً کمه و بازی کمتری در این سطح رو انجام دادن. نیازه که بهشون فرصت داده بشه، نیازه که تو شرایط سخت قرار بگیرن و تو شرایط سخت خودشون رو پیدا کنن. فکر می‌کنم این 7-8 بازی کمک کرد و امروز هم فعل خواستن رو بچه‌ها ادا کردن و خوشبختی موفق به شکست تیم خوبی لهستان شدن. همه بازی سخت هستن. من هیچ بازی رو آسون یا کم فشار نمی‌بینم. ما سعی می‌کنیم که بازی به بازی بریم جلو و برای هر بازی برنامه خاص خودش رو داشته باشیم و بریم جلو. خوشبختانه تیم الان در وضعیت مناسبی ولی راه سختی رو در سه بازی آینده خواهیم داشت. تیم ایتالیا، اسلوونی و صربستان بازی سختی رو با جلوی این تیم‌ها خواهیم داشت. امیدوارم که بازی بریم جلو و بتونیم رقبامون رو خوب تحلیل کنیم و در جریان بازی اجرا شاید که این اتفاق بیفته و مردم هم خوشحال بشن. من تو صحبت دیروز هم گفتم ما برای هر بازی برنامه داریم. اگر به موفقیت منتهی بشه خب طبیعتاً صعود هم حاصل میشه. ولی از اینکه از الان بخوایم به صعود فکر کنیم نه، من سعی میکنم بازی برم جلو و امروز خوشبختانه یه مرحله رو گذروندیم. ان شاءالله 3 مرحله بعدی رو هم بچه‌ها با کیفیت خوب و عملکرد قابل قبولشون موفق بشن.